همان دوران کوتاه روزنامه نگاریش در آلمان، مطالعه اقتصاد را در دستور کار خود قرار داد. تا اواسط سال 1844 تحقیقات مفصلی را در این زمینه انجام داد و اقتصاد سیاسی را با نگرشی نقادانه مطالعه کرد. ماحصل این تحقیقات دست نوشته‌های اقتصادی فلسفی است که در فاصله آوریل تا اوت 1844 نوشته شد. بخش قابل ملاحظه‌ای از دست نوشته‌ها به مسئله از خود بیگانگی کار به عنوان بنیان تمام از خود بیگانگی‌ها اختصاص یافته است. نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی و تقسیم کار باعث می‌گردد که نتایج و ثمرات و خود فعالیت انسان‌ها به چیزی مستقل، بیگانه و مسلط و فرمانروا بر انسان تبدیل شوند. در نظام سرمایه‌داری و تولید کالایی بست یافته که نیروی کار نیز به کالا تبدیل می‌شود، از خود بیگانگی در تمام اشکال آن به اوج خود می‌رسد. پیشرفت‌های نظری مارکس هرگز نمی‌توانست جدا از فعالیت‌های عملی انقلابی او و رابطه اش با جنبش طبقاتی کارگران رخ دهد. مارکس صرفاً نظریه پرداز نبود، یک فعال عملی جنبش کارگری بود. آثار تئوریک وی مبتنی بر تجربه عملی جنبش بود، از فعالیت عملی برمی‌خواست و تکامل می‌یافت. از اواسط سال 1844 که پس از دیدار با انگلز قرار شد فعالیت مشترک مستمری را پیش برند، فعالیت‌های عملی در ارتباط با کارگران و سوسیالیست‌های کشورهای دیگر نیز گسترش پیدا کرد. مارکس به علت فعالیت‌های انقلابیش از فرانسه اخراج شد و از فوریه 1845 در بروکسل بلژیک اقامت گزید. در بروکسل تلاش وی برای ایجاد یک حزب پرولتری با نگرش سوسیالیسم نوینی که حاوی جهانبینی علمی طبقه کارگر باشد افزایش یافت. در اوائل سال 1845 کمیته مکاتباتی یا ارتباطی کمونیستی در بروکسل تشکیل گردید که هدف آن ایجاد ارتباط با جنبش‌های کارگری کشورهای مختلف بود. این کمیته به زودی توانست ارتباطاتی با گروه‌های کمونیست در تعدادی از شهرهای آلمان، رهبری اتحادیه عدالت در لندن، انجمنهای پاریسی اتحادیه، چارتیست های جنبش کارگری انگلیس برقرار نماید. مارکس در همین سال در یک سفر 6 هفته‌ای به انگلیس به اتفاق انگلز با رهبران جنبش کارگری چارتیست و مهاجرین انقلابی کشورهای مختلف که در انگلیس زندگی می کردند ملاقات و مذاکره داشت و برای ایجاد یک تشکل بین المللی تلاش نمود. این تشکل در سپتامبر 1845 به نام برادری دموکراتیک ایجاد گردید. در بطن این فعالیت‌های عملی برای پرداخت کردن هرچه بیشتر جهانبینی نوین و مقابله نظری با انواع و اقسام سوسیالیسم غیر کارگری، کار نظری خود را مشترکاً با انگلز ادامه داد. در جریان ملاقاتی که انگلز در اوت 1844 با مارکس در پاریس داشت، روشن شده بود که آنها بر سر مسائل مختلف نقطه نظرات واحدی دارند.
در این مقطع هگلی های جوان مواضع رادیکال گذشته خود را از دست داده و به راست در غلطیده بودند. به پیشنهاد مارکس، انگلز 10 روز در پاریس ماند تا مشترکاً نقدی بر نظرات هگلی های جوان به رهبری برونو باور و سوسیالیسم خرده بورژوایی آنها بنویسند. این اثر که نقش اصلی را در تدوین آن مارکس بر عهده داشت، خانواده مقدس نام گرفت. پس از انتشار کتاب خانواده مقدس، مارکس و انگلز کار نظری مشترک خود را با نوشتن ایدئولوژی آلمانی در اواخر سال 1845 ادامه دادند. کتاب ایدئولوژی آلمانی نقطه اوج تکامل جهانبینی نوین تا این زمان بود. در ایدئولوژی آلمانی، بنیانگذاران سوسیالیسم علمی به نحوی مستدل و علمی این ضرورت جایگزینی نظام کمونیستی را به جای نظام سرمایه‌داری توضیح می‌دهند. در اینجا به شکلی مشخص نشان داده می شود که مالکیت خصوصی و طبقات کی و چگونه پدید آمده اند و چرا اکنون زمان القاء آنها فرا رسیده است. نظرات کارل مارکس تدریجاً در میان کارگران و محافل سوسیالیست رواج پیدا می کرد و مقبولیت می یافت. اتحادیه عدالت که پس از انتقال به لندن خصلت بین المللی پیدا کرده بود و از کارگران ملت‌های مختلف اروپا تشکیل می‌شد، تا اواخر سال 1846 به این نظرات گرایش پیدا کرده بود. اولین کنگره اتحادیه در تابستان 1847 در لندن برگزار شد. نام اتحادیه تغییر کرد و اتحادیه کمونیست نام گرفت. ماده اول اساسنامه اعلام می کرد: هدف اتحادیه سرنگونی بورژوازی، حکومت کارگری، القاء جامعه بورژوایی کهنه مبتنی بر تضادهای طبقاتی و استقرار جامعه نوین بدون طبقات و مالکیت خصوصی است. همزمان با این کنگره، کتاب فقر فلسفه اثر مارکس که در نیمه اول سال 1847 نوشته شده بود انتشار یافت. مارکس فقر فلسفه را در نقد کتاب فلسفه فقر اثر پرودون و سوسیالیسم تخیلی خرده بورژوایی وی نوشت. در آن ایام نظرات و مواضع پرودون در میان کارگران فرانسوی طرفداران زیادی پیدا کرده بود. از این رو نقد نظرات پرودون که می‌کوشید با طرح ایده‌های رفرمیستی و اصلاح طلبانه بر اهداف انقلابی طبقه کارگر سرپوش بگذارد و با نظرات خیال بافانه در مورد انطباق سرمایه‌داری با منافع زحمتکشان کارگران را گمراه سازد، حائز اهمیت جدی بود. در آخرین روزهای نوامبر 1847 دومین کنگره اتحادیه کمونیست تشکیل شد. مارکس نیز در این کنگره که 10 روز به درازا کشید حضور یافت. نظرات خود را مفصلاً توضیح داد. ابهامات و تردیدهایی که در میان برخی اعضای اتحادیه وجود داشت برطرف گردید. اصول پایه‌ای به اتفاق آرا پذیرفته شد. کنگره مسئولیت نوشتن برنامه نظری و عملی حزب را به مارکس و انگلز محول نمود. این برنامه به نام مانیفست حزب کمونیست تا ژانویه سال 1848 آماده شد. شعار قدیمی اتحادیه انسان‌ها همه برابرند جای خود را به شعار جدید کارگران جهان متحد شوید داد. این شعار
اعلام عمومی خصلت انترناسیونالیستی پیکار. بدین طریق نخستین سازمان بین المللی پرولتاریایی شکل